سنی های طالبان از زمان تسلط بر کابل و فروپاشی دولت اشرف غنی اکنون شش ماه است که قدرت در افغانستان را در دست دارند و علا رقم تلاش های اما تا کنون نتوانستند مناسبت سیاسی و دیپلماتیک افغانستان با جامعه بین را عادی سازی کنند و دولت خود را به رسمی از شناسانده و منابع مالی این کشور در خارج از افغانستان را از بلوکه خارج کنند. این معضلات تنها بخشی از مشکلات این دولت سنی تون رو به شما می رود که روز به روز هم بر آن افزوده می شود همکارم علی اکبری گزارش می دهد با گذشت شش ماه همچنان پرونده های داخلی و در رأس آن پرونده امنیتی یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت سنی های روی طالبان محسوب می شود. و گروه داعش هنوز در شرق افغانستان فعال است و جبهه مقاومت ملی و مخالف طالبان هر از گاهی از حمله به عناصر طالبان خبر می دهد. علاوه بر این عملیات ترور مبهم نیروهای امنیتی رهبران قبیله و کارمندان دولت پیشین در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد. مسئله به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی یکی از مهمترین موزلات دولت نوپای طالبان است و مانع پررنگ در این زمینه وجود شکاف عمیق میان نگرش طالبان به امر حکمرانی و نگرش جامعه جهانی به آن است و مطالبات آن از طالبان است. آمریکا و اروپا بر مسئله تغییر رفتار طالبان درباره برخی پرونده ها نظیر تشکیل دولت فراگیر اصرار دارند اما نگرش طالبان در قبال دولت فراگیر با جامعه جهانی متفاوت است و این گروه گمان می کند دولت کنونی دولتی فراگیر با حضور همه قومیت ها و توایف است در حالی که جامعه جهانی معتقد است که دولت فراگیر باید با حضور همه احزاب و جریانهای فکری افغانستان تشکیل شود. همچنین دو طرف درباره حقوق زنان اختلاف جوهری با یکدیگر دارند. طالبان گما می کند این امر تنها محدود به اعطای حق تعلیم و آموزش به زنان و کار کردن آنها در برخی ادارات نظیر بهداشت پلیس و گذرنامه می شود. اما جامعه بین المللی خواهان بازگشت امور به روال سابق است به طوری که هیچ محدودیتی علیه فعالیت زنان اعمال نشود و دستاوردهای آنان طی دو دهه گذشته حفظ شود. پرونده رسانه ها هم یکی از عوامل اختلاف طالبان با جامعه جهانی است به خصوص پس از آنکه بسیاری از رسانه ها فعالیت خود را به دلیل فشارهای طالبان تعطیل کردند. افزون مقامات طالبان شمار زیادی از روزنامه نگاران را بنا به دلایل نامعلوم بازداشت کرده و بسیاری دیگر را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این میان طالبان به تشکیل ارتش اسلامی با ایدئولوژی جدید و برپایه دین و میهن احتمام پررنگی قائل است که به گفته ملا یعقوب در بردارنده افسران سابق ارتش خواهد بود. او برای نخستین بار جزئیات این موضوع را اعلام کرد و گفت طالبان تا کنون ده هزار سرباز را فارغ و تحصیل کرده و آموزش هشتاد هزار نفر دیگر ادامه دارد. این اظهار نظر مسئول طالبان زاویه‌ای دیگر از تناقض و دوگانگی این سنی های تون را به نمایش درآورده است.